خدا، محمد ریاهی منش هستم، متولد سال 1363 اصفهان، تحصیلاتم کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و همکنون مدیر عامل شرکت دانش بنیانی هستم که در زمینه تولید مواد شیمیایی و روغن‌های صنعتی فعالیت داره. فعالیت ما در حدود 2 دهه پیش در سال 1378 شروع شد. در اون زمان ما یک نمونه از یک محصولی که در صنایع فولاد به اسم گچ گرم شناخته میشه و جهت نوشتن اطلاعات روی کلافه‌های گرم هست به دست ما رسید و اونجا بود که با توجه به اینکه این تکنولوژی آمریکایی بود و تأمین نیازش در داخل کشور با مشکل مواجه بود، ما در واقع به این فکر افتادیم که روی این پروژه کار بکنیم. نزدیک به 4 سال طول کشید تا تست‌های مختلفی روی این نمونه‌ای که ما داشتیم انجام شد. یه نمونه های اولی ساخته شد. در ابتدا ما هیچ گونه امکاناتی، حتی امکانات آزمایشگاهی اولیه رو در دسترس نداشتیم. خیلی جاها مجبور بودیم که حتی از حقوق و بخشی از زندگی عادی خودمون کسب بکنیم روی این تحقیقات بذاریم و نهایتا بعد از 4 سال نمونه هایی که آماده کردیم توی شرکت فولاد مبارکه تست کردیم. اول پذیرشش بسیار با سختی خیلی زیادی همراه بود، ولی خب به لطف خدا موفق شدیم این محصول رو در فولاد مبارکه تست عملیاتش رو انجام بدیم. بعد از اون، از اون سال تا حالا موفق شدیم که این رو دیگه تجاری سازی کنیم. این اولین قدمی بود که ما در زمینه تولید مواد شیمیایی برداشتیم. از اون روز به بعد کلن هدف شرکت رو بر مبنای تولید محصولات استراتژی که نمونه مشابه داخلی ندارن بنا گذاشتیم و 16 تا محصول رو به همین روال و به همین شکل در صنایع مختلف و عمدتا در صنایع فولاد بومی سازی کردیم. الان در حال حاضر 20 نفر به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند در این واحد و به صورت غیر مستقیم هم در حدود 100 نفر شغل ایجاد شده در کنار این کار. بعد از اینکه فولاد از سنگ آهن شروع شد فرایند تولیدش تا ورقی که با ضخامت‌های بالا در واحدهای نورد گرم تولید میشه، این رو ما به عنوان صنایع بالا دستی فولاد در این فرایند میشناسیم. بعد از اون بخشی از این ورق‌ها بایستی برای تولید محصولاتی مثل ورق خودرو یا ورق گالوانیزه که خیلی از مردم توی زندگی عامشون باش در ارتباط هستن، بایستی در یک واحدی به نام واحد نورد سرد بایستی از این واحد عبور بکنه. این روغن در ترکیبش با آب در واقع مثل خون در رگ‌های این واحد هست. وظیفه ای که این محصول داره وقتی که با آب مخلوط میشه، بایستی وظیفه روانکاری، شستشو و همچنین محافظت از سطح ورق رو در این فرایند به عهده داشته باشه. برای محصول روغن نورد به عنوان نمونه خدمتتون عرض میکنم، سالانه در حدود 1500 تن روغن نورد مورد نیاز صنایع کشور هست که رقمی حدود 6 میلیون یورو ارز از کشور خارج میکرد که ارزش ریالیش رو هم اگر بخوایم حساب برآورد بکنیم در حدود 80 میلیارد تومان تخمین زده میشه. برای تولید این محصول در حقیقت ما میایم مواد اولیه خام رو از بازار میگیریم، مثل روغن‌های خوراکی، روغن‌های حیوانی، روغن‌های گیاهی، روغن‌های صنعتی و از این مواد اولیه خام در حقیقت استرهای مورد نیاز رو تهیه میکنیم بر اساس نوع و تیپ روغنی که مورد نیاز هستش توی خطوط مختلف، اون رو بازطراحیش میکنیم، سنتزش میکنیم. بعد از اون میایم یه سری امولسیفایرها، یه سری دترجنت‌ها و ترکیباتی که باعث مقاومت روغن میشه رو سنتز میکنیم. مجموع اینا را توی بحث میکسینگ با شرایط خاص میکسینگش رو انجام میدیم. توی کل این پروسه نمونه گیری انجام میشه و بر اساس استانداردهایی که مورد نیاز ما هستش اندازه گیری ها انجام میشه. اگر که مورد تایید بود به مرحله بعد میره. تو مرحله آخر کل این مواد به اضافه ادیتیو هایی که روغن اضافه میشه برای خواص خاصی که مثل مقاومت بالاتر
تو حین 90 و بقیه خواص مورد نیاز بهش اضافه میشه. نهایتاً پس از اینکه میکسینگش تکمیل شد، بارگیر انجام میشه. روغن 90 محصولی هستش که دوستانی که تو زمینه فولاد فعالیت میکنن به خوبی میشناسنش. یکی از مواد کریتیکال و حساسی هستش که توی قسمت‌های خاصی از پروسه نورد و ساخت محصول نهایی استفاده میشه. به این ترتیب که تو گام اول بعد از اینکه سنگ آهن رو تبدیلش میکنن به محصول فلزی فول هارد یا با ضخامت بالا، این رو مستقیما توی صنایعی که به ضخامت پایین نیاز دارن نمیتونن ازش استفاده بکنن. لازم هستش که توی یک مرحله نورد دیگه که توی نورد سر نام داره، این رو به ضخامت پایین تری برسوننش و ورق هایی که با ضخامت پایین تر تولید شده رو توی صنایع مختلف مثل صنایع بسته بندی که ورق های قلندو توی کنسرو و قوطی های کنسرو و بقیه چیز هم هستش، یا صنایع خودروسازی مثل بدنه خودرو و یا صنایع لوازم خانگی مثل بدنه یخچال ازش استفاده بکنن. در حقیقت واحد نورد سر واحدی هستش که اون ورق فول هارد و با ضخامت بالا رو به ضخامت پایین تبدیل میکنه و اینجا روغن نورد هستش که استفاده میشه تو واحد نورد سر برای اینکه بتونن این کار رو انجام بدن. در صورتی که روغن نورد نباشه داخل کشور، امکان نورد وجود نداره و در صورتی که محصول نورد سرد نباشه، صنایع زیر دستی و حتی فرغون ساز ما هم دیگه نمیتونه فرغون خودش رو با ورق نورد شده بسازه. یکی از نقاط بسیار بسیار حساس صنعت فولاد کشور هستش. من خدمتتون عرض بکنم که اصلا بحث روغن نورد فعلا برای اولین بار هستش که داخل کشور توسط ما انجام شده، توسط شرکت ما انجام شده و هنوز هیچ شرکت یا تولید کننده داخلی متاسفانه نتونسته این رو بسازه. از لحاظ شرکت های خارجی هم چند تا کشور محدود هستن که این تکنولوژی رو در اختیار دارن و روغن نورد رو می سازن. و از لحاظ اینکه چه تفاوت هایی با محصولات خارجی داره محصول ما، میتونیم بگیم که با توجه به اینکه محصول بومی شده و برای داخل کشور ما ساخته شده، تونسته یک سری از امتیازات بالاتر رو نسبت به محصولات خارجی به دست بیاره. محصول خارجی که معمولا به کشور ما می اومد قبلا، تا قبل از اینکه ما این کار رو شروع بکنیم، یک محصول بود که حالا با گریدی که خود اون تولید کننده خارجی در نظر داشت ساخته میشد داخل کشور وارد میشد. اگر باش نمیتونستن تولیدی رو انجام بدن یا محصولی رو باش نورد بکنن، هیچ کارش نمیتونستن بکنن و امکان تغییری داخل اون روغن نبود. با بومی سازی این دانش داخل کشور در حال حاضر این امکان وجود داره که هر تغییری که مصرف کننده برای خطش نیاز داره رو به ما اعلام میکنه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تغییر رو براش اعمال میکنیم، میتونن رکوردهای خوبی بزنن. از نمره رکوردهایی که به دست آوردیم ما با روغن نوردمون، میزان مصرفش هست نسبت به روغنهای خارجی. میزان مصرف روغن ما نسبت به روغن خارجی کمتر هستش و ما تونستیم تو این زمینه رکورد بزنیم.